سلام برای بکس یوتیوب امیدوارم روز خوبی داشته باشین سوال اقتصادی هستم چوبانه روزکوی قدیمی لطفا لایک و ساب و شیر و هر کاری که میتونید منو کمک کنین زودتر موقع قوی تر بشیم بعد ازتون تشکر میکنم اگرم نمیخواین به تخمتون بنویسید این ویدیو راجع <applause> <من تصفيق> <من> به <بلدارم. تصفيق> خیلی اسپسیفیکی راجع این من کانادا بودم بعد از چهار سال که کانادا بودم رفتم ایران یه کم سال 2003 بعد رفتم ایران و برای عروسی خواهرم بود بعد خب من تو ایران گفتم من خیلی دختر باز بود. بودم و خیلی حال و حول میکردم و از این حرفا یه دختری بود تو ایران همیشه پاچه خاره من بود یعنی صبح و شب دنبال من بود هر جا من میرفتم میومد فلان به صورت هفتش دوستاشو مثلا انگولک کرده بودم این دختره رو خلاص میدونستم که خیلی ایزیه بعد من که رسیدم ایران این داشت خوشو میکشت هی تلفن میزد و چه خوب شد اومدی و بریم بیرون و اینا تو من باش قرار گذاشتم باش قرار گذاشتم رفتیم بیرون بعد من که خب من کانادا مثلا 77 کیلو بودم 80 کیلو بودم تو این صحنه که رفتم ایران 120 کیلو هم. و یه چیز وحشیانه چاق شدم 40 کیلو الان 112 بعد رفتم ایرانو گفتم به یارو این یارو منو دید رفتم نه کجا دید منو دید بعد خب گفتم خندینیم و رفت بعد یه خورده چیز بود که مثلا چقدر چاق شدی از این حرفا گفتیم اوکی رفتیم تموم شد بعد قرار بود مثلا پنجشنبه شنبه با هم بریم بیرون پنجشنبه به صبح بهش زنگ زدم که من مثلا زور قرار بریم بیرون زدم که من آمادم بگو داستان چیه پیکاپ هم میکنیم. بیام ورت دارم جایی هم چیه جواب نداد جواب نداد زنگ زنگ دادم جواب نداد بعد ساعت مثلا ده شب زنگ میزد که آقا ببخشید و امروز اینجوری شد فلان به ساعت بعد این من ساعت 4 صبح به زنگ میزدم بیا اینجا 4 و 10 دقیقه در خونه من بود به آرش کرده با کفش پاشنه بودن بعد مثلا مغز من داشت متلاشی میشد که یه آدمی که تمام زندگی خای مال ما بوده سر اینکه من چاق شدم دیگه منو علم حساب نمیکنه خب بعد این موضوعش من روانی میکرد خیلی ناراحت بودم بعد این کار دختر با من سه روز کرد سه چهار روز این کارو با من انجام داد هی به من قرار میذاش بعد میپیچون وحشیانه مثلا گفت اوکی نهار نمیتونم شام اوکی شام غیب شد فراسو زمین دادم گفت ببخشید منم کار پیش اومد امروز نهار بریم گفتم اوکی بعد نهار دوباره میپیم چون خواسته چهار روز منو رو گاید اینجوری حالا شد اونم سن داشت عقدای قدیم شو خالی می‌کرد و هرچی واسه به من برخورد دیگه به من برخورد با علیرضا و بابک بودیم گفتم که اینجوری شد و اینا بابک گفتش که سهر بیا گل بزن بعد کله می‌کنی کله نخور لاغر میشی گفتم اوکی شروع کردم پخ زدم و وایس دادم ترسیدم هیچ‌چینیش فردا دوباره چهار کنده هیچ‌چینی نشد روز سوم بود نشسته بودم و زدم بچم به بابک گفتم که ریدم دهن این چه کوسچری که کار نمیکنه هیچی هر چی میزنه ما رو نمیگیره چکار باید بکنم با و اینا بگو کوسچری نگو بابا گرفتتت گفتم نه نمیگیره گفت اگه نمیگیره چه داری فقط میخندی و حرف میزنی بعد یاد خودم نکنه اینجا چرا <تصفق> من نمیگیره بعد اونجا فهمیدم که اوه حتما چه که دارم اینجوری حرف میزنم و میخندم پس این بعد چت باشه بعد دیگه خلاص چت چه شدیم و اولین بار بود ولی خونه علیرضا بودیم رفتیم تو بالکنش نشستیم حیاتش هم اینجوری به حالت باغ درست کرده بودن که آدمای دیگه میتونن بیان توش بدون روسری و حجاب پیاده پیاده‌روی کنم مثل یه پارک بود ولی راه توش درست کرده بودن که بتونن اونها راه برن بالا نشستیم و این مردانش هم راه می‌رفتن پایین ما هم داشیم اینا نه که بین تیکه می‌انداختیم خودمون فقط می‌شیم مثلا گفت این پیرمرد الان زنش مثلا ترتیبش رو داده اومده اینجا بقا عقا می‌خنده خلاص دیگه داستانمون این بود اینجوری شروع شد و من کشیدم کشیدم و دیگه غذا نمی‌خوردم ولی گلم ساعت دو یه چیزی می‌خوردم فقط یه غذا اونم کوچولو بعد یه غذا نمی‌خوردم تا فردا دو به دو بعد از اون یعنی هر کی این کارو بکنه عادی مثل گاو لاغر میشه کار سالمی نیستا ولی مثل سگ لاغر میشه گله جای داستان نبود ولی چون من دوستم اولاق بود اینجوری شد دیگه در صورت آقا من سه ماه گذشت و رسیدم به 87 یا 88 کیلو که کمترینی بودم که تا حالا بودم تو مثلا 4 سال گذشته قبل از این از ایران بیام بیرون یعنی بعد از این از ایران بیام بعد دیگه لاغر شدم و ورزشکاری هم لاغر شدم یکم شونه اومد بالا و سینه زد بیرون و خوب شد دور برگشتم به خودم دوباره واقع. بعد یه شب رفتیم بیرون همون عروسی عروسی خواهرم من دیگه دخترا رو سه ماه ندیدم فکر کن 4 رو ما ماه پیچون دیگه ندیدمش سه ماه تو شب عروسی خواهرم اینم دعوت بودم داشت دعوت بودن می‌دونستم اینم میاد آقا این اومد یهو در اومد اینجوری چستی بده دیوار منو دید قشنگ دیدم اون همونجوری که اول دیدم از من بعدش اومد نصف دوباره دیدم که یوهو برگشت به خودش و ای واچه گوی خوردم آقا این شب تموم شد شروع کرد از همون شب فردا بریم زوز پس منم هی اینو پیچوندم 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 تا این داستان خیلی باه تا یه شب مامان بابام اومدن که آقا سوال ما داریم میریم عروسی میای بریم گفتم نه عروسی کجاست کردان کی برمیگردین بین چهار تا 6 صبح چون عروسی که تا دو 3 میره دو ساعت هم راه تا برسیم خونه بین چهار تا 6 صبح برمیگردیم بنز زنگ زدم زن به این دختره زدم این دختره و گفتم که ببین امشب هستی بیا اینجا گفت نخ من تو خجالت میکشم گفتم نگران نباش مامابام خونه نیستن مامابام دارن میرن عروسی اینجوری است تو آره آره من نیم ساعت دیگه میام گفتم اوکی آقا تلفن رو قطع کردم شروع کردم زدم زن زنگ زن به دوستای پسرم هر کیو که تو اینا میشناختم و تو اون سفر دیده بودم بهش زنگ زدم زن زن زن. خلاصه زنگ زدم زن زن به همه پسرا و گفتم آقا پاشین بیان اینجا داستان اینه که من میخوام یه دختر حالشو ببینم شما هم پاشین بیاین اینجا خلاصه فکر کنم یه 12 13 تا پسر اومدن خونه من اشتباه میکنم حالا بگو 7 تا 15 تا من دقیقش یادم نمیاد یا الان پسر اومدن خونه منو دیگه نشستن به یادمه که به دوستام زنگ میزنم که دوست تو میتونی بردا بیاری یعنی هر چند تا دوست میتونی بیاری پسر بردا بیاری دختر چی نه فقط پسر خلاص خونه من 10 تا پسر نشستن تو سالن دینگ دینگ دنگ در من درو باز میکنم دارم که باز میکنی مثلا 10 تا پله پایین در پایین باز میشه من واسه باله پله در شد یه لباس نقره ای پوشیده بود از اینکه دو, دو گرگدای که تکون میخوره میشینه رو مامو و اینا بعد یقهش تو نافش بسته میشد از این یق بزرگ بعد ببین انقدر شرم زده بود و اینا همه جاش داشت برق میزد پولک مولک همه بدنش پا ما برق کفن پاشته بارن اینجوری در باز کرد یعنی میخواد یه کاری بکنه اون شب که حامله بشه منم بعضی این صحنه هایی که دیده بودم ازش میگفتم این از اون آدماست که ترتیبشو بدی فردا با پلیس میاد دیگه نمیذاره برگردی کانادا یا باید بگیری پیش که برش برای کانادا واسه این آردی اصلا دیگه نمیخواستم اش دست بزنم اصلا بی شدم که به من یه, یه چیزم نمیارزه یه فشارم نمیارزه آقا خلاص هم پله اومد بالا و لوند و لباس اینجوری و معمار رو تکون بده آروم و یه لبوس خوشگل به من بده گفتم اون که بیا بریم تو کاپشنشو گوشم رو, رو کاپشنی اومدیم تو یهو این صحنه رو دید خایه کرد تا حتی پسر رو نگاه کرد هر بزرام هلو سلام بعد گفتش که اگه تو نگفتی کسی نیست نه گفتم مامان بابام نیستن تو گفتی میگم مامان بابات خجالت میکشم من گفتم مامان بابام نیستن گو مامان بابا میبینی ببین فکر میکنم بدترین دو سه ساعت زندگیش بود نشست اونجا ما پسرا با هم دیگه بازی بکن بگو بخف فیلم ببین داستان تعریف کن غیر خیر غیر خیر بخور گل بزن این بچه هم تنها نشسته بود اونجا بنده خدا همه هم چون داستان چیه همه داشتن میدیدن بهش یعنی هیچی طرفش نمیرفت دیگه بعد دو سه ساعت بلند شد رفت من یادم یعنی نمیاد چه تموم شد اون شب کجا رفت اون یکی از بامزه ترین کارهایی بود که من کردم با یه آدم که مثلا حالشو بگیرم داستان مال من اینجوری بود من فقط و فقط به خاطر لاغری شروع کردم و کار که نکرد هیچی ما رو بعض اونو برگردون بنگی هم کرد حالا یه چیزی مثالی بابا برام زد اینو میزنم شب به درده یکی بخوره یه نفرم ما سیف کنیم یه نفره گفت فکر کن یه دونه رودخونه هست یه رود هست که زیر این رود پر نیزه و چاقو و شمشیری که اینجوری اومده بیرون بعد پشت اون رودخونه میگن خیلی خفنه ولی تو ندیدی بعد تو هی میبینی آدما میدوهن میپرن ولی مثلا فاصله 5 متره تو دو, دو متر دیگه قوی ترین آدم 3 متر میپره میره پایین و چاقو میکشن می تیکه پارش میکنن میگفت اعتیاد میشه این میگفت وقتی که تو وایسد این ورود خونه گلو میارن جلوت کوکو میارن جلوت انو میارن جلوت دارن بهت اون ور رود خونه رو بهت آفر میکنن که میگن ببین ببین اون ور رودخونه باور نمیشه تو همیشه صندل میبینی میگی شماها گیر کردین ولی من 5 متر میپرم میپرم و یه حال میکنم میپرم این ور. ولی وقتی میبینی هر کی میپره میره اون تو گیر میفته چاقو میره توش چرا فکر بکنی که تو اگه بپری گیر نکنی توش این فقط آدم احمق باید این فکر رو بکنه و شما احمق نیستین اگه احمق این کانال نگاه نمی برای همین تو هیچ وقت نباید احمق بشی تو باید بدونی که اگر یک بار فقط سعی کنی بپری رفتی تو نیزه ها تموم شد دیگه واسه این داستان درست نکن که من میتونم بپرم نیزه نمیره تو پام دست من سفت نیزه رو میشکونم داستان درست نکن هر کی پرید نیزه رفته تو چونش تو هم به پرید تو چونت الان یه نیزه تو کونه بنده است من تا اون 24 5 سالگی هر کی به من همه چی هم دادم من دوستان بهم میگم همه خلاف بودن از 14 15 سالگی شب خونه نمیخوابیدم من هر چی تو فکر کنی جنون بوده به قهر هروئین همه چی دیدم که جنون همینجوری اکتیولی اتفاق بیفته همیشه فقط میگم نه مرسی من بگو بخندتر بودم کسی اذیت نمیکردم کسی به بوی فلان میدی اخ فلان چشات رنگ من همیشه با هم بگو بودم حالش رو بکن هر چ... اگه حتی میپرسیدم ببین الان چه قرمز شده میفهمی چه شد قرمز شده نه دیدت کمتر شده نه چه جالب بچه شد همون ریختی فقط عوض شده چه جالبه. مثلا اینجوری بودم فقط میپرسم یاد بگیرم همیشه گفتم نه تا اینجا که میخواستم لاغر شم این لاغری ای که اومد تو داستان منو در واقع کیشومات کرد من به خاطر اون لاغری پریدم و هنوز گیر افتادم چون وقتی من میخواستم بپرم به خودم گفتم که سوئل تو میدونم داستان نیزه رو میدونی ولی ما میپریم اونور فقط لاغر میشیم میپریم اینور با نیزه ها نمیخوریم پریدم نیزه هم خورد بهم بعد از اینم که نیزه بهم به خورد یک سال من بعد از اون دست به دوبی نزدم ولی بعد از یک سال دوباره برگشتم یعنی فکر کن دو ماه سه ماه کشیدم که لاغر شم بعد اومدم کانادا اومدم کانادا که دیگه اینجا گل نداشتم چون گل از موقع قانونی نبود اینجا الان قانونی اون موقع نبود واسه همین تو نمی‌تونی بخری بعد مواد فروش پیدا میکنی من مواد فروش میشستم. کجا مواد فروش بیارم دوستام هم روم نمیشد بپرسم چون من مثلا اون پسر با شخصیت گروه بودم که همه میگفتن سهیل خدا سهیل هیچ کاری نمیکنه فلان اصلا روم نمیشد میگم بچه به من گل فروشی معرفی کنی بر همین تا یک سال من به گل دست نزدم ولی بعد یک سال این هر روز تو مغزم میاد میگه والا یاد نمیاد چه حالی میداد بعد یک سال به همین دوستان برشم بودم که بچه من حاضرم امروز بریم گل بزنیم به جون مامانم دارم میگم هر کی هر کاری داشت رو کنسل کرد همه گفتن ما فقط میخوایم با سوی گل بزنیم هیچ باورش نمیشد که مثلا آقای پاکیزه حاضر باشه بیاد همچین کاری بکنه یادم رو هفته شب توی جیم خونم تو ورزشگاه آپارتمان زندگی کردن یه ورزشگاه داشت. تو ورزشگاه هیچ وقت هیچ کی نبود چون ساختمون همه پیرونن هیچ وقت هیچ کسی توش نبود بعد گفتیم بریم اونجا رفتیم اونجا توی حیاتش یه گل زنیم بعد لپتاپ گذاشتیم یه فیلم گذاشتیم شروع کردیم قهقه خندیدن و فیلم نگاه کردن توی جیم اون خونه سو من دو دفعه اول کشیدم یه بار تو ایران اول کشیدم یه بارم تو کانادا اول کشیدم اونی که تو ایران کشیدم اینجوری بود اونی که تو کانادا کشیدم اینجوری بود الان برای کسی که برای 15 سال 20 سال داره میکشه دارم میگم نکشی بهتره خب ولی اگه بکشی خیلی سخته که دوباره نکشی چون میگم اگه نیزه بره تو دیگه توته چون یه چیزایی حال میکنی همش دوپمینه دیگه اگه متوجه میشی دوپامین چیه یه وقتی میتونی مجانی دوپامین بگیری میگی چرا نه بده 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 هم میگه بفرما میده 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 بعد تو روی گل نمیتونی اووردوز کنی تو همه مواد دیگه میتونی بمیری روی گل نمیتونی بمیری اینو استادی کردن اگر بخوای روی گل اووردوز کنی دقیق درست نمیگم اینو ولی خیلی نزدیک میگم فکر میکنم 65 هزار تا رول گل باید تو یک ساعت بکشی که فیزیکلی نمیتونن این کار بکنن یعنی اگه شش تو ببندن به موتور بعد موتور آتیش بسوزونه دود فقط بده تو این از اونورم شش تو سوراخ کنن که دودو بگیره تو یک ساعت نمیتونن 65 هزار تا گل آتیش بزنن دودشو بدن اون تو بعد اور گل به دوم سوم چهارم واسه همین اصلا تو نمیتونی فیزیکلی از الف از بین بری خاطر همین تو همه, همه مواد دیگه چی میشه عادت میکنی میگی بیشتر میخوام عادت میکنی میگی بیشتر میخوام عادت میکنی میگی بیشتر میخوام میمیری این اون میمیری نداره تا روز آخر زندگی میبرتت بیشتر میخواد بکش بیشتر میخواد بکش بعد یه جا میافتید که فقط داری میکشی هیچ چیز فقط نمیفته که واسه من بود که دو ماه پیش که گوشتم که واسه من اگه بودم خودم دوباره اون بازی میکردم دروغ نگم فقط مشروب میخورم مشروب هم خیلی بدتر از گل گل حداقل سود داره واسه مشروب هیچ سودی واسه نداره دهن و مشروب همه چی هم سرویس میکنه ولی مشروب به خاطر اینکه تمام دنیا قبولش کردن میبره توی هواه ما میشینی مشروب بده مجانی بهت میده به این فکر کن حالا من مثلا من بعد بخت نشستم اونجا گل میخوام نفرم بغل ما مشروبیه 8 ساعت نه ساعت پرواز این تو عشق میکنه دو تا شراب میزنه مس میشه حالشو میکنه یه چرد یه ساعت میخوابه بلند میشه دو تا آب جو میزنه یه فیلم میزنه نگاه میکنه دوباره مس میشه بعد میگه میخواد دوباره بلند میشه ودکا میزنه با فلان بعد میشینیم میرسیم تو فرودگاه میره بار میشه یه دونه سیزر میگیره خوشگل با نمیدونم روش مثلا میگو میزنه عشق میکنه یه مشروب دیگه میخوره سیزر اسم مشروبه سالاد نیست یعنی سالادش هم هست ولی اینکه من دارم میگم راجع مشهود مصاحبه می‌کنم من چاغال تو را این دنیا کاش خود علف بودا و میرسن فردا اه کاش خود علف بودا خب همین اینش خب من اون هاپ مای بود که خیلی به من حال میداد بعد گلمو فیلم ها میخندیدم میخوام هم کاری که گفتم ولی من نمیتونم کار بکنم چون قبول نیست تو دنیا دو مردم قبولش کردن یعنی مثلا وقتی توی خونه میری یه نفر ازت میپرسن مشروب میخوری بعد تو میگی نه اه، حتی آبجو هم نمیخوری ولی این کارش کسی با گل واد نمیکنه گل میزنی نه ا ستیوام نمیکشی این کار وسط کسی نمیکنه خونه کسی میری اگه گلی باشی کسی گل نمیخره ولی من خودم مشروب نمیخورم کسی میاد خونم همیشه مشروب هست همیشه هم میگه او این یارو ویسکی نمیخوره این ودکاییه او این ودکا نمیخوره این آبجویه اه فقط ویسکی و ودکا داریم بریم آبجو بخریم من که خودم نمیکنم ولی اگه یه نفر بیاد خونم کوک بزنه واسهش نمیگیرم به تخمم که کوک میزنیم همین به تخمم رو علف هم هست واسه همین تمامش میفته رو تو توی رستوران شستی داری استیک میخوری یا حال میکنی میگی یه دو تا و شات بیا پپ پپ میذاری پشتم واسه دو استیک میخوری میخوای گل بزنی بلنشی بری بیرون خورد کنی تف بزنی به جنی وایسی چهل دقیقه تا این خاکوسه بسوزه بره تو بدن تو بعد پنج دقیقه باسی خوره بوش کم شه بعد بیا به تو دستشوی دست, دست صورت تو بشوری که اونجا رو بوگن نگیره که مردم برگرد نگات کنن بعد میری میشین این غذا سرد شده مثلا یا مثلا من غذا سفارش میدم میرم برمیگردم میدم دو تا اپتایزر رو غذا و دسر رو گذاشته رو میز می خوام رو 20 دقیقه نبود دیگه ما غذا رو 20 دقیقه سرو میکنیم واسه همین به خاطر این دلیلاش به خاطر باحال بودن مشروب که همه جا قبولش کردن من اگه میخواستم یه خلافی بکنم تا آخر زندگی مشروع انتخاب میکنم اگه بچه بودم آن بله بکنم مشروع توی مهمونی خیلی به حال میده وقتی تو مشروب میخوری باحال حال میشی به گوبه خر میشی پر رو میشی میرخصی دختره که میخواستی ازش بپرسی به من برخصیم رود میشه فلان 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 گل این کارا رو صد نمی کنه گل همون علی هستی که هستی میمونی یه خورده تازه مهربون تر و آروم میشی مثلا اگه رود میشه دختره بپرسی گل میزنی عمرن رود نمیشه بیا دختره مثلا بپرسی بر همین به نظر من بهترین خلاف دنیا الان مشروبه ولی من چون نمیتونم بخورم فیزیکلی نمیتونم وقتی میخورم حالا بد میشه دیگه و چون اتفاق برای من افتاده من آپشن اینه که یا سوبر باشم یا یه چیز دیگه پیدا کنم من چون سوبری دوست ندارم چون اخلاقم اینجوری نیست و آدم کسخولانسی هستم یه،, یه خلافی من لازم دارم رو زندگی و کمترین خلاف بعد از مشروب گله حالا ما شانسی بولیم که کشم زندگی میکنیم که گلم آزاده دیگه واسه همین مال من الان گله ولی از نظر یه پیره از من میپرسی هیچ چی رو نندازین خودتون باشین هفته یه بار با دوستاتون میرین جمع میشین شور مشروبتو رو بزن حال کن ولی هیچ وقت نباید از خودت بی رو مشروب سه تا چیز باید همشه یاد باشه کجا میخوری با کی میخوری چقدر میخوری خب این کجا خیلی مهمه رفتی خونه مامابای زنت دوست دختره برای اولین بار یه دونه آبجو میدن دو تا قلوب میخوری آخرش هم که میریم این قابجو بد بمونه خونه من وارد میشی دم در یه دونه کلید میزنی زیر آبجو باز میکنی شاتکانش میکنی میندازی زمین همونو من یه دونه تمپام میکنم تو ولکان میکنم تو کونه یعنی جا خیلی مهمه دوم چقدر میخوری این چقدر تو توی جاد که وارد میشی تصمیم میگیری میگی اوکی من میدونم من چهار تا مشروب بخونم سگ میشم خونه دو سخرم یه دونه میخورم خونه سهیلم چهار تا می خونم. کلاب هم سه تا میخورم چون شب بعد برگردم به خونم برسم اگه خونه سوال یا بزنم مثلا با مشت و دیوار اتفاقی میفته ای تو کلاب این کارو بکنم امکان داره شب برم زندان میفهمی اینا رو باید حواست باشه کجا میخوری چقدر میخوری با کی میخوری اگه یه نفر بغلته که میدونی ازت مواظبت میکنه حواست هست خب خیلی راحت تاری. اگه تنهایی کمتر اگه تو اون نفر هستی که باید در بقیه حواست باشه کمتر تو بعد رانندگی کنی اون شب اصلا دیگه جز بخوری واسه چقدر میخوری با کی میخوری کجا میخوری هر دفعه مشروع دیدی این سه تا تو مغزت بیار از خودت بپرس جواب تو بده مثل معلم بگو جواب من هست هفت من میخوام هفت تا شات بزنم بریز اینجا جواب من هست دو جواب من هست یک جواب من هست چهار اینم بازی میکنی تو جوونی دو تا مشروع به گاد میدت بزرگ تمیشی 4 تا بزرگ تمیشی شیش تا اوکی عوضش کن بگو 6 تا میخوام بخورم ولی اگه جوونی 6 تا بخوری احمقی چون ما وقتی بزرگ میشی بعد 18 تا بخوری 18 تا میخوای هیچ, هیچ هیچی نمیشه چرا چون 25 تا لازم داری بخوری ولی چون مشروع 25 تا بخوری میمیری چون گل که نیستش واسه همین اگه آدم با شعور و منطق بره جلو تو زندگیش به همه چی خوشحال تر میرسه اگه بی منطق و بدون اطلاعات مثل من مثلا نوی بری جلو تو بهترین موقعیت و تو بهترین سیچویشن ها من خودم از بین بردم با گل زدن من خیلی میتونستم موفق تر باشم شاید تر نمیتونستم باشم و این خیلی مهمه یه دفعه داشتم با یک دوستم این بحث سنگ با همین بابک ما رو گلی کرد داشتم باش بحث می‌کردم فوشش می‌دادم که مادر تو سرویس که این بلا سر من آوردی گفتش که اگر تو گل نمیزدی یه ویدیو دارم که راجع به اون دختره که دوست دخترم بود آشغال تن دختر دنیا رو صحبت می‌کنم اون همیشه به میگه که تو اگه گل نمیزدی با اون عروسی می‌کردی و تو اگه با اون بودی همیشه تا آخر عمرت ناراحت بودی و اگر هم جدا بشی با بچه جدا می شدی و نصف زندگی تو ازت می گرفت پس همیشه اگر تو گل نمی زدی ما آردی می دونیم که باخته بودی پس می تونی بیای بحث کنی که گل نوعی به من بیشتر حال داده یعنی به من بیشتر کمک کرده یعنی تو زندگی ما کرده ولی حالا من نمی خواهم اون روها برم من دارم میگم که نه یعنی ای ما این حال دارم میگم که من اگه گل نمی زدم تو زندگی موفق بودم بیشتر کار میکردم بیشتر به خانوادم میرسیدم کلا یه لشی تو گل میاد که تنبلی مردم بهش میگن ولی تنبلی نیست رضایت بالاست وقتی تو گل تو میزنی تو اتاق نشستی همه چی عالیه هیچی دیگه نمیخوای خوشحالی پولداری خوشبختی خونت خوبه جاد گرمه همه چی عالیه به هیچ فکر نمیکنی که ا چرا من ماشینم فلانه ا چرا ندارم ماشین ا چرا خونم این تو هیچی همه چی عالی عالی میشه بعد تو وقتی تو همه چی عالی عالیه تو مشکلی دیگه نداری چرا این اتفاق میفته اصلا چرا گل روش THC داره کاری که THC انجام میده یه جنس دفاعیه برای گل گل معنیش چیه من گلم گل دادم یه حشره میاد رو من شروع میکنه منو خوردن من چجوری باید خوام دفاع کنم این وقتی این گل رو میخوره به به میرسه THC حشره رو لش میکنه میشینه سر جاش اه! حالش خوبه حال خوبی تو ها و تو حشره یعنی دوپامین وقتی دوپامین باشه خوشحالی وقتی دوپامین نباشه ناراحتی دلیل دوپامین چیه که تو وقتی از دور یه دونه میوه رو میبینی تو مغز دوپامین میزنه چون میگه تو اگه غذا بخوری دوپامین ترشح میکنه فکرش هم به تو دوپامین میده و تو به خاطر اون فکر دوپامین میری طرف غذا نه به خاطر گشنگی چون اگه وای میسیدی گشنه بشی بری غذا پیدا کنی میمردی قدیما من الان گشتمه خب واسه جنگل هم مردی ولی من الان گشتم نیست فقط دارم میرم یه قرمزی و درخت دیدم سیب مغزم به من دوپامین داد که دو الان من یه دو دوپامین دادم اگه اونو گاز بزنی به 10 تا دوپامین میدم و من به خاطر اون دوپامین میرم و دقیقی که تو توی هیستوری دوپامین به وجود اومده واسه اینه که تو از گشنگی نمیری حالا این در واقع هم کار داره برعکس میکنه این حشرا که میشستن روش بهشون دوپامین میداده وقتی میخوره دوپامین میگیره چت میشده وقتی حشرات چت میشن همونجا میموندن دیگه راضی بودن همونجا میموندن 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 تا وقتی که گشنشون بشه وقتی گشنشون میشه دیگه آردی تو لیت هم توضیح دادم چون قزو که نبوده میمرده اگه گلو رو دوباره میخورده که دوباره نشی شده میشسته اونجا این چونی سو خلاصه کار الف اینه که تو رو یواش یواش بکشه با خوشحالی تو واقعیت هم داره همون کارو با من نوعی داره میکنه ولی خب من چون انسانیت دارم چون فرانتا بلوب دارم میتونم فکر کنم خودم رو پوش میکنم امروز صبح بلند شدم میخواستم گل بزنم گفتم نه گل بزنم نمیام ویدیو ضبط کنم جلو خودم رو گرفتم یه حشره یه آدم ساده تر این قدرت رو نداره صبح نمیشه گلشو میزنه واسه همین خودتون رو گیره هیچ از این مواد نندازین اگه میتونین دوستاتون هم که میزنن و نه قضاوت کنین نه بهشون حرف بد بزنین نه قطع رابطه کنین خودتو بساز خود خودت قوی باش بگو من نمیزنم همیشه جواب هم هر کی به بگو نه مرسی دو بار کرد بگو نه مرسی دفعه سوم بگو داری میرو اعصابم بهت گفتم نه من یه با یه دوستم بود اومد گفتش که هی hey به من دو سه بار کرده بود که بیا کوکولی بزن من آقا نمیخوام کوکولی بزنم بعد دفعه چهارم بود اومد به هم گفت یه سیگار دو دهنش بود دستش هم پودر سفید بود نه یه خورده اومد گفت اینو فقط بمال به لست بذار اینو بمالم به لست که مثلا لست میخواست لسته من بیهست بشه مثل اینکه کوک بخوره لسد بیس میشه و من فقط اینو بزنم به لسد ببین چیه و من اونجا احساس کردم که این دوست من نمیفهمه من کیم و چی میخوام از زندگی و داره منو به راه بد میبره چون من پنج به این گفتم نه و نگفتن سخته شاید دفعه شیشا من دو تا دختر نشه داشتم رومان دختره دستش به دختره به دختره بگه بکن تو دهن دیگه من اونجا دیگه کم میارم میگم واکن واکن دهنم واسه همونجا گفتم که ببین شاید من یه کار خیلی غیر عادی بکنی که هم این وایس هم دوستای دیگه که در نگاه میکنن به درس عبرت برسن با مش کوبیدم تو صورت دوستم از همون جایی که سیگار داشت یعنی سیگار اینجوری خورد شد تو دهنش نه محکم ها یه جوری زدم که فقط سیگار خورد شو اینجوری بخواد تو دهنش نه محکم که مش بزنم یارو پچه چون من مش بزنم پنج دندوش میشکن بیا دوستم ترسید و گفت وات دی بقیه هم گفتم ببین چرا گفتم نه مثل اینکه زبان آدم نمیفهمی گفتم خیلی خوب اگه میخواد با صحبت کنم من حیونی خیلی خوب بعدم حرف بزنم از زمان آدم بهتر بعدم حرف بزنم دفعه دیگه دندوناتو میشکونم از اون روز 15 سال گذشته دیگه این هیچ وقت من این آفر نکرده یه بارم هم بگو آقا بیاد فلانو بزن هیچ وقت تموم شد خودتو بساز برای ایمرجنسی راه داشته باش که این ایمرجنسی من بود که آقا یه وقتی گیر داد ول نمیکرد چیکار کنی یه کار احمقانه بکن مثلا یا خونه یارویی لیما شده بگو اوکی اینو بکوام تو دیوار بعد میگه نه مگه دیوانه باز دو پنده تو اوکی نو بکن تو دیوار بعد دفعه چهارم کرد گفت مرض چه بگو تو چیه تو از اون پنج رو کوک میخوای من گفتم نه تو نمیفهمی چرا من باید بفهمم بعد مال تو زندگی منو دیستروای میکنه مال من فقط یه لیوان میشکنه تو سعی لیوان داری قاطی میکنی بعد تو سعی زندگی منو قاطی کنی برات مهم نیست چه آدم دیوسی میتونی باشی همین به همین راحتی اون آدم امکان نداره بیاد به تو تعارف کنه بگه فلان بکش نه بکن این دو قرون بنده بود راجب اولین باری که گل زدم و چجوری گل زدم و کسایی که نمیدونن مواد چیه یه هر کی هر دوست داره بکنه یک از من میپرسین کامنت بذارین شیر کنین پخش شدین برم چاکس